أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين خب در باره اذان اقامه احادیث خیلی زیاد هست از جمله پیامبر گرامی اسلام فرمودند سه چیز است که اگر مردم مقدار ثواب آن را می دانستند به جان یک دیگر می افتادند تا در انجام دادن آن از یک دیگر سبقت بگیرند خب پیامبر گرامی اسلام فرمودند که اگر یعنی به این تعبیر اگر قدر این سه چیز را می دانستند مردم سر از این سه چیز دعوا می کردند که او می گفت که من باید این کار انجام بتونم باید من این کار انجام بتونم اول اذان گفتن یعنی اذان گفتن اونقدر ثواب دارد که اگر انسان قدر اذان گفتن را و ثواب اذان گفتن را می دانست خب اینها یعنی که انهو با هم درگیری می کردن و در یک روایت دیگه آمده که بعد قرعه‌کشی می کردن یعنی اگر ثواب اذان دادن را می فهمیدن خب قرعه می انداختن که کی برنده می شه او اذان می گفت دوم سحرخیزی که سحر کسی بلند بشود و سوم حضور در صف اول نماز جماعت خب روایت های دیگری هم هست که فرمودن کسی که 7 سال اذان بگوید درون قبر عذاب نخواهد شد یا در روایت دیگر آمده است برای مؤذن 140 حسنه و برای کسی که قامه میگوید 120 حسنه نوشته می شود در روایت ها زیاد هست روایت دیگر آمده است که هر کسی که برای خدا و از روی نیت صادق 1 سال اذان بگوید روز قیامت جلو درب بهشت او را نگه می دارند و با او می گویند هر کسی را که می خواهی شفاعت کن یعنی نه تنها خودش وارد بهشت می شود بلکه این مقام شفاعت را هم بر این شخص عطا میکنند خب در روایت دیگه هم آمده است که در روز قیامت مؤذنین از سایر مردم سرفرازترند یعنی یک سر و گردن از دیگر در صحرای قیامت بلندتر هستند مثل اینکه در اینجا هم صدایشان به ندای تکبیر و توحید بلند بوده خب این فضائل اذان و اقامه بود که نکاتی را به عرض رساندیم. آقا اذان دادن یعنی مسجد اذان بده یا ببین که در نماز خود اذان میده. بله این که نماز خودش اذان میده اینم هست ولی بیشتر این روایات که مسابقه میدادن یا چی میکردن همین اذانه که به عنوان مؤذن هست. به عنوان مؤذن هست. خب ما درباره این هفته راجع به مسئولیت ها صحبت کردیم درباره مسئولیت نسبت به جسم و بدن خود عرض کردیم مسئولیت نسبت به روح خود عرض کردیم عرایضی داشتیم و گفتیم روح ما مهمتر از جسم ما هست اگر هر دوتا به اصطلاح اگر در تقارن پیدا بکنه خب افضلیت روح هست چون روح باقی میماند مثل شهدا شهدا بین جسم و روح خود روح خود را انتخاب کردن اگر نه خب میتونستن خود اصلا جنگ نرن خود در گوشه بگیرن ولی اینها در میدانهای جنگ که رفتن روح خود را اینها ارتقا داد و حالا این جنگ ها خب خود مرمی و راکت و اینها میاید ولی اون وقتی بود که باید میرفتی کیلومترها را تا در میدان جنگ وارد میشیدی و اون هم در صف اول وارد میشیدی تا به مقام شهادت نائل میشید خب این مسئولیت نسبت به روح هست که دیروز هم عرض کردیم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ احد که 70 شهید اونجا اسلام برای این دین خودشان را فدای اسلام کردن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حتی در بعض روایات آمده است که 90 زخم برداشت خب تیر به هر جایش به اصطلاح اصابت کرده بود خب میوفتن سنگ میخورن نیزه میخورن سراپا خون آلود گریه کنان خدمت پیامبر گرامی اسلام آمد و عرض کرد که یا رسول الله چرا من شهید نشدم
چون مقام شهادت به هر کسی نیست دیگه. بالاترین مقامی که یک انسان میتونه به او برسه مقام شهادت هست. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن الشهادت من ورائک، یعنی نگران نباش، شهادت در دنبال تو هست، بالاخره تو شهید میشی. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن فکیف صبرک، حالا که شهید میشی آیا چطوری صبر میکنی در این مقام؟ و حتی در بعض روایات آمده است که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که مثلا در محراب عبادت با شمشیر به فرقت میخوره و محاسنت از خون سرت خضاب میشه، کیفیتشان بیان فرمودن. آقا امام علی علیه السلام فرمودن لیس هذا من مواطن صبر، این اصلا جای صبر نیست که من اون درد باشه یا صبر بکنم تحمل بکنم، این مقام صبر نیست. ولكن من مواطن البشرا و شکر، این یک مقام شکر دارد، یک مقام بشارت هست، این مقام شهادت. این رو به خاطر عرض کردیم که جسم ما نسبت به جسم خود مسئولیت داریم، نسبت به روح خود هم مسئولیت داریم، ولی اگر هر دوتا در یک جای قرار گرفت که ما جسم رو فدا کنیم یا روح خود رو، جسم خود رو، حالا در اینجا مثلا رفتیم یک غذایی را که دیروز هم عرض کردیم، یک غذای بسیار خوب مفصل هست، خب در اینجا مشکوک هستیم که آیا همین گوشتش حلال هست نیست، یا این غذایی را که آورده آیا حلال هست یا نیست، خب اینجا جسم و روح هست، کدامش انتخاب میکنه؟ خب روح هم باید انتخاب بکنه که یک لقمه خب تأثیر میگذاره. مثل که دیروز آیسای فرمودن که بعضی از چیزها میگن که اینی حلال است برای بچه کوچیک، چرا میگن این هنوز خرد است؟ خب این خواهد از همون خردی رویش آلوده میشه، روح اونها لطیفتر است. چرا ما میگیم که مواظب نطفه باشیم؟ اسلام میگه مواظب نطفه باشیم، مواظب باشیم که بچه کوچیک، چون از همون جا که اگر روحش آلوده شد دیگه اون خیلی سخت است که درست بشه. حالا بعضی از رستوران ها هست که دیروز با یکی از جوانان صحبت داشتیم بعد از جلسه که ساین حلال داره، شینایی از پیسان میگه ما غذای حلال هم سودا میکنیم. خب این چطوری به اصطلاح اون چینی را که به اصطلاح اصلا مسیحی هم باشه بگیم خوب خوب است، یهودی هم باشه لااقل به یک خداشناس باشه، یعنی موحد باشه، حداقل اهل کتاب باشه، او که بیخی بودایی هست، اینال او با یک ساین حلال که نمیشه. ما با یکی از بچه ها رفتیم در یک جایی، دیدیم که یک دو تا دختر خانم های بسیار جوان استرالیایی گفتن که بریم اینجا یک حالا آب میوه بود نمیفهم چی بود بخوریم. من گفتم که اینا که نمیشه پیش از پیش از اینا. باز گفت نه اینا چی داره، باز از او در انگلیسی سوال کرد که شما چیز حلال داره، باز او هم سرتیفیکیت هست که شوی میز خود کشیده بود در اونجا هم نظر بود یک چیزه که اینه ما حلال است. خود او که نمیشه که فقط به یک سرتیفیکیت ما بگیم حلال هست. خب این خیلی به اصطلاح ما باید مواظب باشیم که بیشترین تأثیر همین لقمه هست. این لقمه به اصطلاح کار میکنه که انسان سنگین میشه، حتی ما نفهمیم که این به اصطلاح حرام هست. همونی که شبهه هست، درست از لحاظ شرعی ما یک چیزی که 100% یقین نداریم اشکال نداره، ولی اون تأثیر روی روح ما میگذاره دیگه، اون لذت عبادت از ما میگیره، انسان تنبل میکنه نسبت به خواندن نماز، نسبت به خواندن قرآن، نسبت به رفتن زیارت ها. یا مثلا یک مسئله دیگر هم عرض بکنیم که یکی از رستوران معروف که نامش هم از نام ائمه اطهار بود که حالا اسمش نمیگیریم، خب این اول کارگراش کلش مسلمان بود، حال کارگراش مثلا بعضیش یک از بودایی، هندی، هندو اینا را آورده. خب ببینی که اونها خمیر میکنه، به اصطلاح نان پخته میکنه، خوی دستش به اصطلاح نجس هست. حالا گفتیم باز مسیحی باشه را داره، اونی که هندو هست درسته این گوشتش حلال هست، مثلا مواد غذاییش کلش حلال، خب منتها نجس شد، خب باز نجس حرام است. خب اینا را ما باید مواظب باشیم که اگر بین روح و جسم خود یکی را انتخاب بکنیم که آیا این غذا را بخوریم یا نخوریم، خب روح ما اگر تأثیر میگیره اون را فدا بکنیم. ائمه اطهار علیهم السلام و شهدا جان خود را فدا کرد، ما یک شکم خودم بله.
میشه. بله. از بولورد یا اینجا که میخریم مثلا نان دبلوتی یا نان دیگه. بله. اینا رو چطور حساب داری آقو؟ خب اینه اینا رو باید تحقیق بکنیم. یکی از چیزهایی که بسیار مهم هست لقمه حلال هست و این لقمه حلال پیدا کردن خب حتی در یک روایت حالا من دقیق یادم نیست گفتن که از گنج پیدا کردن سخت‌تر میشه در آخر زمان، یعنی گنج آدم آسان پیدا میکنه ولی لقمه حلال به تو سخت میشه. واقعا بشه که تمام در شاپنگ بری و در چیزام فیر هستیم. بله بله. حالا من هم ما این امیره به اسلام ما باید بگیم ببینیم که چطوری هست. امیره که حاجی صاحب گفتن یکی هم از بزرگان همین مسجد به اسلام با ما تلفن کرد یک وقت صحبت کردن گفتن که ما یک مدتی برای مغازه خود کیک میخریدیم، کیک به اسلام برای کافی شاپ اینا. بعد از مدتی که ما بسیار حساس هم میگم بودیم به حساب تمام دیتیلز و چیزایش که نوشته میکنم اونا رو میخوانیم هیچ چیزی نبودنه، اما بعد مدت فهمیدیم که در پخت ازی از شراب استفاده میکنن، واین یک قطره میریزه که این نرم شود. که ما اعتراض هم که به کارخانه کردیم گفت نه این که به اصطلاح این جز ازی نیست که ما نوشته کنیم، میره جز ازی نیست که ما نوشته کنیم، این یک قطره فقط به خاطر که نرم شه و او بخار میشه دود میشه. خب این دود میشه یعنی او اصلا یک جز از این نیست، ولی اما قدر که اون خمیره نرم میکنه. خب این حال باید چقدر سخت است که ما بفهمیم. خب این دود میشه و میره. حالا یک از یک کس دیگه هم سوال کرده بوده که حالا ملا بوده نیمچه ملا بوده چی بوده گفته آو که دیگه دود میشه دیگه و هیچی. خب که دود هم میشه و خمیره نجس کرد. باز ما من گفتم هیچ 100% نیست، بازم گفتم بهتون مگه تو چی میکنیم من دفتر آقای سیستانی استفتا بکنیم. گفتم این مسلم است یک چیز ساده و صاف است که وقتی افتاد اون نجس است نجس میشه. خب سر از اون ما رفتیم از دفتر استفتا کردیم بله دیگه این که درسته شاید اصلا دود شد رفت و واین که یا شراب ولی اون قطره کل خمیر نجس کرد. خب ولی هیچ ذره و آثار از اون که نباشه خب اون نجس کرد. لذاست که ما باید مواظب باشیم که این مباحث را خیلی به اصطلاح باید دقت بکنیم. آقای قرائتی میگفتن که این همه به حساب شما اصرار میکنین که نماز بخوان نماز بخوان. بعضی از مؤمنین هست که در ایران در افغانستان که او بچه خود بسیار به عصبانیت میگه نماز بخوان بخی بزن کلغت تو دیگه که نماز بخوان. میگفت ایره شکم میشه درست بکن. میگفت وقتی که تو غذای حلال بیتی مثل عزیز که میگفت هواپیما مثال هواپیما رو میداد یعنی تیاره که میگه در تیاره تیل سعی که انداختی او میره پرواز میکنه صدها تون هم که خود بالا میکنه میره، ولی اگه تیلش رو خراب پرتی خب هرچقدر او دور میدان هوایی بگرده او نمیتونه یک متر بالا شود چون تیلش خراب است. از انسان هم همینطوری هست، از بچه های کوچیک هم همینطور است. وقتی غذای حلال طیب وقتی حلال طیب میگیم خیلی بحث داره. من از دست به اصطلاح که کتاب به حساب حلال چیز کردیم هر دفعه که رفتیم یک دونه از کتاب بودیم حالا دیدیم که دو تا یک کتاب است که تأثیر لقمه حلال برای نسل. خب این را که شما آدم بخونه خیلی به اصطلاح چی هست. یک وقت من در از اون کتاب من خیلی دوست دارم چندین در افغانستان هم که میرفتم اون رو میبردم. یک دفعه من از یک منطقه به یک منطقه دیگه میرفتم در تیکسی که از برادران اهل سنت گفت برادر این چی کتاب است که میخواید مکتوم اینی کتاب یک چند تا چی رو خواندم یه بسیار خوشش آمد همه زیر روایات. در اون منطقه هم که رسیدیم یک نیم ساعت دیگه اینجا استارت کرد، یعنی تیکسی وان 5 دقیقه به حساب چی نمیکنه نیم سال دیگه استاد کرد گفت هم از این یک چند تا دیگه هم بخواد بر من. خب این خیلی تاثیر داره که لقمه حلال انسان وقتی طیب طاهره که میگیم. بعد در مذهب جعفری یک چیز دیگه هم هست که هم اون پول حلال باشه کسبش حلال باشه هم بعد خود غذای حلال باشه و هم خمسش انسان بدهد، یعنی کسب حلال طیب پاکیزه گوشت هم گوشت حلال طیب گرفتید از این طرف به اصطلاح خمسش انسان نداده باز هم مشکل پیدا کرده. این از این طرف هم حتی روانشناسا میگه یکی از علما هست حالا کسایی که میشنوه برن سرچ بکنن اونایی که پشت اولاد زیاد میگردن آی تراشیون حجت الاسلام و المسلمین
حاجی های تراشون یک سید هست که خیلی در این رابطه کار کرده برای جمعیت فرزند که در یوتیوب اینا هم نشته بکنن میاید. او میگه هر کسی که میاید که میگه من بچه مشکل داره اینطوره هست، اول من سوال میکنم از لقمش که غذای شما چطور هست، درآمد شما چطور هست، اهل خمس هستی نیستی، که میگه از این طرف من خیال من راحت شود، این طرف که خیال من راحت شود بعد از او باز من کلش مشاوره میکنم که اگر از اون طرف خیال من راحت نشه و اصل مشکلی هست. ما نمیگیم که یک نفر شاید اهل خمس باشه، غذایش حلال باشه، کل چیز هم باشه، مثل فرزند حضرت نوح علیه السلام، مثل فرزند امام موسی کاظم علیه السلام، خود تمام چیز خوب بود، ولی او عوامل دیگه هست. ولی اول این هست، این عامل ها را که ما درست بکنیم، این عامل را که درست کردیم، بقیه اش آدم ببینه که دیگه چی مشکل هست. موضوع ده پولدار نمیشه آجی آقا. آه بله دیگه. اون که نشد خلاص دلونو دیگه پارا نمیکنه. آه دیگه به اصطلاح اونمو، اینه اگر انسان دنبال یک خانواده سالم هست، دنبال یک نسل کامل هست، یک نسل خوب هست، اصلا خود آدم داره، خود آدم که به اصطلاح بخواه حال پیدا بکنه، اینه می هست رایش. که ما انشالله روح خود را خیلی مواظب باشیم، مخصوصا در این کشورها. خداوند انشاءالله توفیق عنایت بگرداند که لقمه حلال و طیب و کثیر فراوان برای خود ما، خانواده ما و برای همه مؤمنین عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین. این موضوع که لقمه حلال